سلام دوباره به همه عزیزان از اینکه در این ساعت با من هستید سپاس گذارید من تایمرمو رو دوباره ست کنم یه دو دقیقه وقت میدم بقیه بیان روی خط بعد آگاه باشید که اگر که لجبازی یه دندگی بکنید و غرورتون رو ارجعیت بدید دائما در کل عمر شما اینو در بعضی ها میبینم که حتی یه اوزخایه ساده براشون سخته از اینقدر غرور دارن که یه خب ببخشید مثلا من قصدم نبود تا رو ناراحت کنم براشون سخته حتی اعتراف اینکه خب اوکی من کار بدی کردم براشون سخته یعنی حتی اعتراف نمیکنن که خب کار من درست نبوده چون اتفاقا با یه مسئله بین دو نفر بود که من آشکار میگفتم خب تو با دیگران باید رفتاری داشته باشی که دوست داری دیگران با تو داشته باشن اگر تو نمیخوای دیگران با تو این رفتار رو داشته باشن پس این نشون میده اون کاری که تو کردی کار خوبی نبوده ولی شخص باز از دیدگاه غرور میگفت نه من کار بدی نکردم هرچند آشکار خودش دوست نداره اون رفتار رو خودش نمیخواد دیگران اون رفتار رو باش بکنن هم میگفت نه من کار بدی نکردم برای اینکه نمیخواست اوذخواهی بکنه بعضی به این حد غرور دارن که یعنی یه عذرخواهی ساده اینقدر براشون ممکنه سخت باشه حالا بعد آگاه باشید اگر که رها نکنید اگر آگاه برخورد نکنید براتون شرایطی فراهم میشه به خواسته خودتون چون همطور که گفتم روح میخواد رشد کنه روح نمیخواد یه جا ثابت بمونه توی انرژی میخواد تغییر ایجاد کنه رشد کنه خودش رو به خالق نزدیکتر بکنه اگر ببینه ذهن دنیاوی شما همکاری نمیکنه یه شرایطی به وجود میاد که همکاری بکنه آگاه بشید بیدار بشید یکی از اتفاقاتی که ممکنه بیفته همینه که تو عمر بعدی اون شخصی که الان شما شدیدا نمیتونی ببخشی با یه همچین حسای قلیزی عمر بعدی بچت میشه بعد در عمر بعدی میبینی که بچهت مریضه، مشکل داره کارماش زیاده م... یه بیماری سختی گرفته بعد تو عمر بعدی اگه ریشه یابی بکنی بهت میگن آها تو خودت اینو نفرین کردی تو عمر قبل بعد تو میگی من مادرش هم چطور من همچی کاری کردم میگن بله تو عمر قبل شما نفرینش کردی این شرایطی که الان داره نتیجه نفرینای خودتوه که این یکی از دلایل شرایطی که بعضی الان تو این عمر دارن که مثلا دلیلی که ممکنه بچهشون بیماری خاصی داره مشکل داره به خاطر نفرینایی که یا خودشون یا اجدادشون کردن که این جزء از کارمای اجدادی میشه کلام شما تاثیر داره ولی به خودت برمیگرده خودت تجربهش میکنی شما اگر به این باوری که اون شخص جلود از تو جدا هست در اشتباهی اون شخص جزی از توه اون کسی که حتی بدترین ببینیش جزی از توه و تو جزی از اون ما از هم جدا نیستیم تمام این آدم کره زمین جزی از هم هستن از هم جدا نیستیم حالا خیلی میگن او پس هیتلر هم جزی از منه؟ بله جزی از شما ولی قسمته که آگاه نبوده امیدوارم حالا آگاه باشه <applause> ولی بله ما همه جزی از هم هستیم اون افرادی که تجربه میکنیم با عشق بودهای آگاه خودمون هستن افرادی که تجربه میکنیم بدون عشق بودهای هنوز نادان خودمون هستن ولی ما جزی از هم هستیم یعنی فکر نکنید اگه به یکی بدی میکنید بعد دیگه تموم میشه نه بهتون بر میگرده کارما یعنی همین قدم اون میزان انرژی که انتقال میدید سنگینتر و تر باشه یعنی خالی از عشق خب هم به همون میزانم هم تجربه میکنید پس مراقب رفتار و گفتارتون باشید حواستون باشه چی میگید چی کار میکنید زبان شما کارما داره اگر که بعد کلامی بکنید مثلا یکی بود میگفتش که شوهر من خیلی فحشا میکنه کارمای فحشا دارید بعد کلامی کردی بد دهنی کردی حالا میشنوی همش اون چیزی هست که به دیگران انتقال دادی همه چیز ریشه کارما داره فقط اینه که سطح آگاهی شما مثلا افرادی که در مسیر نور قرار گرفتن و آگاه شدن آگاهیشون میزان کارما رو سبک میکنه همزمان که از روح بزرگتون کمک میگیرید که کارما سوزی کنید عدم آگاهی وزن کارما رو بیشتر میکنه یعنی سطح آگاهی کاملا تاثیر داره من الان که آگاه هستم مثلا اگه با یکی مشکل دارم به جای که به هم کارما پس بدیم ریشه یابی میکنم حواسم هست که از غرور برخورد نکنم قبل از اینکه بخوام برم با طرف دعوا این کار رو بکنم برم تو خلوت خودم بفهمم کجا چی بوده چی بین ما گذشته تو اونهای قبل چرا این شخص الان به من نمیتونه عشق بده برم درمان بدم کارماسوزی سوزی کنم طلب بخشش کنم خودم رو ببخشم تا بعد این مسئله رفع رجوع بشه حتی بعضی اوقات لازمه از اون شخص یه مقدار دوری کنی تا ریشه یابی کنی مسئله رو حل کنی ببینی میخواد چیکار کنی به جای اینکه بخوای انعکاس فقط نشون بدی و بگی تو باعث شدی تو فلان تو این کاری کردی هی hey, انگشت انگوش به دیگران نشون بدیم عامل اصلی همه شرایط خودتون هستید صد درصد شرایطی که الان درش هستید عاملش خودتون هستید خودتون بر خودتون فراهم کردید به عنوان مختلف پس آگاه برخورد کنید همون لحظه ای که فکر میکنید حتی قبل از درخواست بد دادن یا چیز بد برای دیگران خواستن قبل از اینکه حتی اون خواسته بد تو بگی وقتی فکر انجامشو میکنی نور فضاد کم میشه اگه اینو به یکی مثلا اگه چشم وسیعتتون باز باشه و به فضای اورای یکی نگاه بکنید متوجه میشید که به محض اینکه میخواد یه درخواست منفی یا یه فکر منفی بکنه نور فضاش کم میشه یعنی در آن اولین آسیب رو به خودش میزنه چون میزان نورت که فضات که کم بشه یعنی سطح ارتعاش تغییر کرده تغییر به طور که خوب نبوده پس همیشه عشق رو انتخاب کنید که عشق هم به شما برگرده طلا دانش و توانایی های درون شما هست کتاب خواب منو لطفا تهیه کنید بله شما میتونید از فرشت های مغرب درخواست پاکسازی بکنید فقط هفته یه بار کافیه خیلی زیاد نباشه چطور خواسته ای که داریم درخواست کنیم از روح بزرگ اگه منظورتونه شما قبل از خواب قبل از که میخوای بخوابی میگید که از روح بزرگم درخواست میکنم و بعد درخواستتون رو بعدش میگید جمله درخواستتون رو سه بار تکرار میکنید قبل از خواب از قلب های زیبایی که میفرستید سپاس گذارم انشاءالله صد هزار برابرش بهتون برگرده قبل از خواب سه بار جمله درخواستیتون رو میگید مثلا میتونید بگید که از روح بزرگم درخواست میکنم عشقی که به خودم دارم افزایش بده جمله رو سه بار میگید قبل از خواب بعد در خواب به شما اون درمان داده میشه یا اگه آگاهی میخواین میتونید بگید از معلم های نوریم درخواست میکنم بالاترین آموزشی که من میتونم دریافت کنم به من بدید جمله رو سه بار میگید بعد میخوابید در خواب معلم های شما به شما آموزش میدن در مورد آموزش ممکنه حضور ذهن به آموزش کاملا نداشته باشید ولی به مرور زمان درکتون توی مسائل بیشتر میشه من همیشه فکر میکنم که زمانی که بمیرم دوباره داخل قبر زنده میشم این ممکنه به خاطر یه ترسی از عمرهای قبله بعد به این ترستون درمان بدید از روح بزرگتون درخواست کنید به این ترس درمان بده از, از یه حافظه درونتون میتونه باشه بگید از روح بزرگم درخواست میکنم به این ترس من درمان بده همه چیز ریشه کارما داره هر چیزی تجربه میکنید ریشه کارما داره اگر درخواست درمان به کارما دادید و خوابتون معمولا روشن و شفاف بود فضا مثل روز بود و حس خوب به شما میداد معمولا نشون است که حل شده ولی میتونید از روح بزرگتون هم درخواست سمبل بکنید بگید از روح بزرگم درخواست میکنم به من نشون بده کارمای من حل شده یا نه توسط یه سمبولی که خودتون درکش کنید بهتون میگه که حل شده یا نه ام. یا مثلا اگر خودتون رو با اون شخصی که باش کارما داشتید ببینید که با هم خوب و مهربانید یعنی بخشش ایجاد شده کار ما حل شده ولی میتونید از روح بزرگتون درخواست علامت بکنید که تو خواب یه علامتی به من نشون بده که کارما حل شده یا نه برای جراح جراحی روحی هم قبل از خواب درخواست میدید میگید از روح بزرگم درخواست میکنم برای من فراهم کن جراحی روحی برای اون قسمتی که مشکل دارید درخواستتون رو سه بار میگید قبل از خواب دریافت جراحی روحی یک شرایطی لازم داره چون اون کسی که جراحی روحی رو انجام میده سطح ارتاشش بالاتره. خیلی کمک میکنه که قبل از خواب مراقبه کنید برای 20 دقیقه یا 10 دقیقه و ذکر بگید که دریافت میکنم عشق خدا رو که ارتعاشتون بالا بیاره و ریشه باید فیزیکی باشه چون اکثر بیماری های جسمی ریشه ذهنی احساسی و کارما داره مشکلتون اگه ریشه فیزیکی داشته باشه خود یعنی خود فیزیک مورد داشته باشه اون در جراحی روحی میشه تغییر درش ایجاد داد و خیلی خوبم نتیجه میده اگه دریافت بشه از جراحی فیزیکی بهتر نتیجه میده چون دیگه هزینه نداره خون ریزی نداره از لحاظ جسمی بازتون نمیکنه ولی بعد یه نکته دیگه این هست که خودتون از جراحی نترسین کسایی که اگر از جراحی خیلی ترس و وحشت دارن توی خواب هم اگه بهشون بگن خب بیا ما میخوایم تو رو جراحی کنیم اون ترسشون چون توی خواب با بدن نوری اون چیزی که تجربه میکنی اونو ذهنت واقعیت میبینه مثلا اگه توی خواب به تو بگن خب بیا ما میخوایم رو تو جراحی کنیم اگه شما خیلی بترسی از جراحی خودت مانع میشی اجازه نمیدی اگه میبینید که ترس دارید از روح بزرگتون ترخواست کنید به ترس جراحی درمان بده که این ترستون رفت بشه بعد امتحان کنید چند بار درخواست بدید برای جراحی روحی یعنی باید شرایطش موجود باشه که دریافت بشه ولی شما میتونید قبل از خواب چند شب این درخواست رو بدید و ببینید تجربهش میکنید یا نه از فرشته های نگهبانتون هر چند بار که بخواین میتونید درخواست بدید از فرشته های مقرب روزی یک بار تقریبا کافیه چون اونا سطح ارتعاششون خیلی بالاست و به محصی که صداشون بزنی میان و اگر رفته آمدشون مثلا اگه تو یک روز چند بار صداشون بزنی و حضورشون در فضای شما تکدادش زیاد بشه ممکنه یه مقدار در تعادل انرژی شما تاثیر بده شما آروم آروم میتونیم رو بیاریم بالا اگه یه دفعه زیاد بیاد بالا یه مقدار در تعادل تاثیر میذاره فرشتهای نگهبانتون در خیلی امور میتونن به شما کمک کنن یا معلم نوری خودتون یا روح بزرگتون از فرشتای مقرب روزی یک بار درخواست بدید کافیه که تعادل حفظ بشن چون اونا فوری میان شما چه آمدنشون رو حس بکنید چه حس نکنید چه ببینید چه نبینید اونها حضور دارن به محض اینکه صداشون بزنید میان بسیار به شما آگاهن و عشق بدون شرط به ما دارن بستگی به نوع درخواستتون داره از روح بزرگتون فقط یک درخواست میدید قبل از خواب بعدا بستگی به درخواستتون داره مثلا شما میتونید بگید از روح بزرگم درخواست میکنم به ترس من درمان بده و میتونید همزمان بگید از فرشتهای نگهبانم درخواست میکنم فضای من پاکسازی کنید اگه به این مدل باشه مثلا اشکالی نداره بستگی به نوع درخواسته یا مثلا اگه درخواست بلسینگ میخواین اونو میتونید از همشون بگید که مثلا از روح بزرگم از معلم های نوریم از فرشت های نگهبانم از فرشت های مقرب از خالق درخواست بلسینگ میکنم برای بخشش اگه این مدل درخواست باشه اینطوری اوکی بستگی به نوع درخواستتون داره ولی برای درخواست های درمانی قبل از خواب فقط یک درخواست میدید از روح بزرگ اگه مثلا برای یه چیز قبل از خواب درخواست درمان میخوایم بکنید فقط یک درخواست رافائل فرشته مقرب هست فرشته مقربی به اسم رافیل هست ولی خب ایشون تنها فرشته به اسم رافیل نیستن فرشته های دیگری هم هستن که اسم رافیل ممکنه داشته باشن چون میلیون ها فرشته وجود داره ولی فرشته مقربی هستن به اسم رافیل بله خانم پریسا من هم شما رو دوست دارم مرسی از محبت شما به نظر شما دلیل فروش نرفتن مال اموال بعد از روح بزرگتون درخواست کنید چه چیزی مانع فروش میشه میتونه اگه مثلا ملک اجدادیه میتونه کارمای اجدادی باشه وابستگی خود شما به اون ملک و اون خونه میتونه مانع بشه من یه مدتی پیش که میخواستم ماشینم رو عوض کنم ماشین قبلیم رو که میخواستم بفروشم حدود دو ماه فروش نرفت مثلا افراد میمدن میرفتن و خب خیلی هم وقت میگیره اینکه مثلا بیان ببینن و برن و بعد که من یابی کردم که چرا اینقدر چون من قیمتش رو پایین زده بودم که سریع فروش بره و پرسیدم که چی شد که ماشین فروش نرفت قسمت از مانع وابستگی خود من به ماشین بود چون ماشین خیلی خوبی بوده برای من بدون مسئله همیشه به خوبی به من خدمت کرده حس رضایت من از ماشین وابستگی ایجاد کرده بود و این حسی که دلم میخواست که مثلا کسی این ماشین رو داشته باشه که <تصحیح> <تصحیح> با ماشین مهربان باشه حالا شاید یه مقدار خیلی منطقی شد یا ولی حس من این بود که خب چون ماشین خوبی برای من بوده من میخوام که مثلا کسی ماشین رو داشته باشه که بهش باش, باش مهربان باشه و خب من درخواست دادم که به این وابستگی رفت بشه درمان داده بشه و درخواست دادم که یه خریدار خوب که با ماشین من و مهربان باشه فراهم بشه و ماشین بعد از این کار در یه هفته ماشین فروشم ولی پوینتم اینه که وابستگی خود شما به اون ملک یا اون خونه میتونه یکی از موانع باشه ولی از روح بزرگتون ریشه رو یا کنید چه چیزی مانع فروشه ممکنه مثلا گاهی اوقات اگه اون زمین مال اجداد باشه یا حتی زمینی که از کس دیگه خریدید اگر حتی اون زمین رو از یک کس دیگه خریدید یا خونه رو یا هر چیز رو اگه کارما به اون زمین ربط داشته باشه کارمای خود اون زمین میتونه مانع بشه یعنی حتی اگر که شما اون کارما رو به وجود نیوردید اون کارما مربوط به اون خونه یا زمین بشه میتونه مانع بشه بعد بعد از خالق درخواست کمک بکنید که تو این زمینه و های نوریتون روی بزرگتون زمین کمک کنند که مانع رفت بشه بله شا... چیزی به اسم شانس نیست اون چیزی که آدم باعث میشه چیزای خوب به خودش جذب کنه ورچوی شما هست ورچو یعنی کارمای خوب اعمال خوب عشق دادن اگر میزان اعمال خوب شما و عشق دادن در عمرهای قبل و این عمر شما زیاد باشه شما سطح ارتعاشت بالاست و آدمایی با عشق به خودت جذب میکنی مال و برکت به خودت جذب میکنی سلامتی به خودت جذب کنی، شرایط خوب و شاد به خودت جذب کنی. کسی هم که سطح ارتعاشش خوب نباشه عشق نداده باشه چیزای خوب تجربه نمیکنه همش ربط داره به میزان کارما و میزان ورچو ورچو که کارمای خوب هست مثل حساب بانکی شما میمونه هرچقدر ورچیتون بیشتر باشه پس اندازتون بیشتره همزمان که ما کارما سوزی میکنیم خیلی خیلی لازمه و به ما کمک میکنه که خدمت به خلق هم بکنیم در مخصوصا در زمینه ای که افراد کارمای خیلی زیاد دارن چی شد؟ من تایمرم را نیفتاد اوکی من این تایمرم را نیفتاد به من بگید چقدر من صحبت کردم یا یادم رفروشنش روشنش کنم یا استاب کرد چی شد مثل که یادم رفته روش بندازم اوکی لطفا به من اگه کسی تایم داره به من بگید در این قسمت من چقدر صحبت کردم که اگه نیم ساعت شد قطع کنم که بشه ضبط کرد اوکی برای رشد و موفقیت و کامیابی هر چقدر تلاش میکنیم خب این هم بستگی باز به میزان کارما داره وقتی میزان کارما خیلی زیاد باشه تغییر یه کمی دیرتر ایجاد میشه چون میزان کارما بیشتره و این باز هم همون صحبت میزان ورچو و کارماست بعد بر خودتون ورچو ایجاد بکنید حالا گاهی اوقات حتی اگر شما خدمت هم میکنی مهربان هم هستی ولی باز چیزای خوب تجربه نمیکنی این رفت به این داره که میزان کارمات بالاست و مثل اینه که شما اگه 100 هزار دلار تو حساب بانکی داشته باشی خب ده هزار دلار بدهی هم اگه ایجاد بشه که اون بدهی مثل کارمای بده اگه ده هزار دلار هم بدهی ایجاد بشه خیلی در تعادل شما تاثیر ایجاد نمیکنه شما اون ده هزار دلار بدهی رو میتونی به راحتی پس بدید اون صد هزار دلار مثل ورچو هست ده هزار دلار بدهی کارمای بعد ولی اگر ورچو شما ده هزار دلار باشه و بدهی کارمات پنجا هزار دلار باشه یا صد هزار دلار بدهید باشه یعنی برعکس خب شما هر چه قدم کار خوب انجام بدی نتیجه داره ولی داره میره برای تعادل کارمات بعد این کارمای بدت کاهش پیدا کنه تا اون تعادل تو زندگیت ببینی این در شرایطیه که ورچو کمه و میزان کارما زیاد اون موقع است که شما حتی خوبی هم که داری میکنی خیلی زیاد تغییر بینید. ولی البته با آگاهی و با کارماسوزی با کمک روح بزرگ با طلب بخشش از خالق و فرشته ها میشه تغییر ایجاد کرد فقط یه مقدار زمان میبره باید صبور باشید ولی خدمت به خلق خیلی خیلی مفید و لازمه تا اونجایی که براتون امکان داره چه از لحاظ مالی چه از لحاظ جسمی و زمانی به مردم خدمت کنید حتی کسایی که توانایی مالی ندارن میتونن برن به بچه های یتیم داوطلب بشن به افرادی که سالمندان به افرادی که یا شاید حتی یکی که مثلا توانای مالی نداره ولی بچه داره احتیاج داره به کمک که بتونه سر کار بره شما میتونید داوطلب بشه خب من به تو کمک میکنم بچه ها نگه دارم تا بتونی بری سر کار حتی یه چیزایی این مدلی میتونه باشه که وقتتون رو به دیگران بدید اینا براتون کارمای خوب ایجاد میکنه خدا رو که شما رو داریم مرسی پرس خانم شما لطف داره. و من شکر گذارم که همه شما رو دارم حضور همه شما جای شک داره یک بار خواب دیدم به خدا گفتم خدا یا دوست دارم و تا هم منو دوست داری و این دست منو گرفت و گفت بیا و با سرعت منو میچرخوند و گفت من تو را من تو را سخت بهت میگم تبش کن چی؟ من تو رو تو رو زای این کلمه نمیدونم چیه من تو رو سخت بهت میگم <applause> متوجه این جمله من نمیشم گفت بیا و با سرعت منو میچرخوند و گفت من تو را زای سخت بهت میگم تعبیرش چیه متوجه این جمله آخرتون من نمیشم خالق عشق بدون شرط داره مسلما شما رو دوست داره دلیلی که ما عشق خالق رو حس نمی کنیم به خاطر اینه که قلبمون بسته است خودمون دریافتش نمی کنیم خالق مثل خورشید ثابته میدرخشه عشق بدون شرط داره فرشته ها عشق بدون شرط به ما دارن ولی خب ما عشقشون رو حس نمی کنیم چون قلبمون بسته است ما در زمین کره زمین به ما عشق داره ولی ما حسش نمی کنیم چون قلبمون بسته است روزهای سخت اون چیزی که تجربه میشه برای رشد روحی شماست و منفعت شما این دیدگاه ماست که میگیم فکر میکنیم آزار عذابه اولا اینکه اگر دیدگاهمون رو تغییر بدیم و این دیدگاه رو پیدا کنیم که این اتفاق برای منه برای منفعت منه اصلا قضیه کاملا تغییر پیدا میکنه اولا وزنش رو سبک میکنه دوم دیگه نمیشینید گریه کنید آ من چه کنم چی کار کنم و کاملا در سطح انرژیتون تغییر ایجاد میکنه اگه دیدگاهتون باشه که خب این اتفاق برای منه برای منفعت منه برای رشد منه من چه باید از این یاد بگیرم و از خالق از روح بزرگ درخواست بدید معلم رونی معلمای نوری به من کمک کنید من این مسئله رو آگاه ببینم درسی که درش هست ببینم دریافت کنم که وقتی درسش رو بگیرید و اون رشدی که لازمه از اون تجربه به دست بیارید دیگه تکرار نمیشه مسئله حل میشه گبریل فرشته دی دی یعنی چی؟ فرشته مقرب گبریل که به فارسی بهش میگن جبرئیل یکی از فرشته های مقرب هستن اون کلمه دی من نمیدونم از رسون شو چی کار کنم ویزا بدن برم بچه هامو ببینم از روح بزرگتون درخواست کنید به شما نشون بده چه چیزی مانع گرفتن ویزا میشه و از خالق و فرشته ها درخواست بلسینگ بکنید برای فراهم شدن سفر شما تیر ماه من نمیدونم من اینجوری با فرشته ها بنا به فرشته ها متعلق به ماه نیستن فرشته ها همیشه حضور دارن این این چیزای ساختگیه که فرشته مال این ماهه فرشته مال اون ماهه فرشته متعلق به یه ماه یا زمان خاص نیست. فرشته های موجودات ابدی هستند، همیشه هم حضور دارند و از عشق بدون شرط به ما همیشه در خدمتن. ربطی به ماه و روز و ساعت نداره. شما هر فرشته ای رو هر موقعی که صدا بزنید خیلی سریع حضور پیدا میکنن. یه چیزی که خیلی بر من جالب بود، 2 دقیقه شد. اوکی، تشکر از خانم ف... فریمه برمیگردم